کلمه سخن رو دندانه هاش فشرده میگیریم، اینجا دو نقطه میریم جلو به صورت قوسی شکل، خ رو به این حالت برمیگردیم، بزرگ نماییش میشه این. این اشتباه نشه یه وقتی اینجوری بنویسید. تختم نیست که فکر کنید مثلا خط صافه، نه. خیلی هم کلمه سخن مشکله، چون حالا اینجا منتقل شدیم به این، میخوایم بیایم دوباره اینجا میفته به یک حرکت بسیار دشوار، کلمه بن دوباره میخواد به این وصل بشه. ببینید یک کوچولویی از اینجا میزنه بیرون و این سرازیر میشه. واقعا کلمه نفسگیریه، خیلی دقت میخواد که بتونید خوب بنویسید. کلمه مر هم به این صورت، نگاه کنید این دیگه از نقطه گذشت، این گوشه این نقطه اینجا در نظر بگیرید، ما میخوایم از زیر این عبور کنیم، یه چاک ایجاد میشه اینجا به این صورت. این یه مطلبی که آخر قاف شما میاید، ببینید اینجا اومدید بالا دیگه نشکنه بره به این سمت. خب یعنی مثلا ما خط شکسته که نمی‌نویسیم که اینجا یهو برگردیم به این سمت، روی خط شکسته یه نون داریم این شکلیه، میایم جلو بعد اینجا برمیگرده به این سمت. و تو نستعلیق که ما این کار نباید بکنیم، تو کلمه مروق من دیدم این کار کردید، کلمه آمدگان حالا چه سطر اول دوم سوم فرق نداره، این کایی که شما نوشتید سرکشش سرکشو ببینید، من زدم به اینجا، دقت کنید به این ناحیه، شما چی کار میکنید؟ میبریدش تو این، دقیقا تو این تنگنای اینجا، یعنی به این بدنه درگیر میشه، به بدنه الف بالا رونده. خب این خوب نیست، باید دقیق کار بکنید که بتونید مثلا کلمه یکان رو من دیدم اصلا یه نقطه زدید بالاتر. حالا من مینویسم ببینید این کلمه یکان، محل اتصال که اینجا نیست، شما زدید به این قسمت، محل اتصال سرکش کاف ببینید اینجا هست، شما الان زدید به این قسمت از اینجا، خب این کلمه نامتعادل میشه. اینا رو خیلی دقت کنید، نوناتون هم نقطهش ببینید این نقطه نون رو اینجا نگذارید پایین، یعنی مثلا این نون که هست نقطهش جاش اینجا هست، وقتی بذارید اینجا از لحاظ چشمی فضای بصری تو ذوق مخاطب میزنه، هر چقدر خطتون قوی باشه الان نقطه های شما اکثرش من نگاه میکنن نوناتون نقطه رو گذاشتید پایین. خب این خیلی جالب نیست، دست قوی ماشاءالله دارید، خیلی خوب می نویسید، ولی اینا رو هم باید رعایت کنید. کلمه رفتند زیر ف ظریف‌تر بنویسید. اینو خوب تمرین کنید. با زخامت اومدید. بقیه کلمات نگاه میکنم خوبه. برای می هم یه نکتهی بگم، ببینید می اینجا که می نویسید این تراش برش و این چاک این قسمت کاملا مشخص باشه، میبینید این تیزی اینجوری این کارش نکنید، این گرد کردنش یه حالت قدمایی داره، تو معاصر اینا باید مشخص باشه. حالا چه کلمه می باشه چه کلمه مهر باشه، این می هست این مهر، البته با زاویه دیگه ای نوشته میشه مهر،
بازم این حرکت بایستی ویده بشه. زهاتون هم خیلی مختلف و متنوع می‌نویسید. زهوره دیگه یه شکله. ببینید دو نقطه قلم نی، اینجا هم یک نقطه، حالت مرغی هم میشه دیگه. اینجا تا اینجا هم یک نقطه. زیر یه خورده بیشتر تمرین کنید. خب انشالله که موفق و پیروز باشید.